به نام خدا. سلام به همه دوستای گل، امیدوارم حالتون عالی باشه. شهلا سعدی هستم و امروز با یک آموزش دیگه در خدمتتون هستم. دوستای گلم، امروز میخوام که یک عکس رو براتون توصیف کنم. میدونید که یه بخش از امتحان شفاییتون توصیف عکس هست که خیلی راحت میتونید ازش نمره بیارید، به شرط که گرامر و وردشاتس قابل قبولی داشته باشید و کمی هم به تکنیک های این مرحله آشنا باشید. البته اگر از ابتدا با من بودید، خیالم از بابت گرامر و لغتتون راحته. تکنیک ها هم که براتون طی چند تا ویدیو کامل توضیح میدم. در ضمن توی این ویدیوها خیلی از نکات گرامری رو هم براتون یادآوری میکنم. پس حله؟ بریم برای گرفتن نمره کامل با دیدن این ویدیو. تا پایان ویدیو همراه من باشید. Herzlich willkommen zur B1 mündliche Prüfung. Die Prüfung besteht aus drei Teilen. Teil 2 Bildbeschreibung. خب دوستان خوبم، بعد از خوش آمد میگه دی پروفون بشتت آس درای تایلن. امتحان از سه قسمت تشکیل شده. امتحان چی؟ موندلیش، شفاهی. تایل توی بیل بشرایبون، قسمت دومش همین بیل بشرایبون که هست، یعنی توصیف عکس. Sie haben in einer Zeitschrift ein Foto gefunden. Berichten Sie kurz. Sie haben in einer Zeitschrift یعنی مجله، آرتیکلش هم دی هست، به خاطر همین اینجا شده این اینر. دی میشه در توی داتیو، اینجا هم داتیو کجا، کجا توی یک مجله، پس این داتیو میشه. دی میشه در، این به اضافه در میشه اینر. خب Sie haben in einer Zeitschrift ein Foto gefunden. فعلمون چی بچه ها؟ فیندن، فیندن پیدا کردن. آکوزاتیو هم میخواد چی رو؟ عکس رو. اینجا این در حالت آکوزاتیو منتها چون که خونسا هست به همین شکل در میاد. فقط در واقع ماسکولین هست که میشه اینن، ولی نویتروم و فمینین به همون شکل نومیناتیو خودشون باقی میمونن. بگذاریم. این چه جمله بچه ها؟ جمله پرفکت. هابن گفوندن، هابن گفوندن. شما توی یک مجله یک عکس پیدا کردید، مثلا این عکسه. بریختن زی کورتز، بریختن زی کورتز. کوتاه در موردش حرف بزنید، در موردش تعریف کنید، ببینید که توی این عکس چی میبینید. Eins, was sehen Sie auf dem Foto? بچه ها چیزهایی که باید بگین ایناست. ببینین اینا رو اگر همه رو مراعات کنین توی صحبتاتون بگین نمره کامل رو میگیرین. اولیش چیه؟ was sehen Sie auf dem Foto. auf بچه ها اینجا ببینین حرف اضافه auf به کار برده برای فوتو و داتیو هم از کجا توی عکس. was sehen Sie auf dem Foto. توی عکس چی میبینید؟ این عکسه توی عکس چی میبینید؟ این واس اکوزاتیو ها چه چیز را؟ چون زین همشه اکوزاتیو میخواد. خب حالا ببینیم دیگه چی میخواد به اون بگه؟ Zwei. Was für eine Situation zeigt das Bild? خب اولش گفت توی عکس چی میبینید؟ عکس رو نگاه میکنید. خب میبینید مثلا کیا توی عکس هستن؟ احتمالا نسبت هاشون رو با هم دیگه، مثلا این پسر این خانومه هست، اینا پسر این خانومن، اینا زن و شوهرن، یا حالا ممکنه هر چیزی که به ذهنتون میرسه بگین. بعد مشخصات ظاهریشون رو بگین، موهاشون مثلا بگین بلند کوتاه چه رنگیه. میتونید لباسهاشون رو بگید که حالا چی تن دارن، چه رنگی لباسهاشون، و میتونید حالت چهرهشون رو بگین، خوشحالن، ناراحتن، دارن چیکار میکنن، از این حرفا. بعدیش حالا باید شما بگین که was für eine Situation zeigt das Bild.
اینا تو چه موقعیتی هستن؟ تو چه حالتی هستن؟ ببینید ممکنه مثلا یه عکسی باشه، یک کلاس باشه، بچه سر کلاس باشن، یه عکسی باشه مثلا مهمونی باشه، یه عکسی باشه یه نفر تو مطب دکتر باشه. الان اینا توی پیکنیک هستن، درسته؟ باید بگین که اینا، این سیتواسیون اینا پیکنیکه، اومدن پیکنیک، درسته؟ خب اینم از این. 3. Welche Erfahrungen haben Sie damit? Welche Erfahrungen haben Sie damit? Welche Erfahrungen haben Sie damit? شما چه تجربه هایی توی این سیتواسیون دارید؟ شما ما یه مثلا حالا پیکنیک رفتین، چطوری بوده، چیکار کردین؟ اون تجرباتون از اون موقعیت که توی اون عکس میبینید بیان میکنید. 4. Wie ist das in Ihrem Heimatland? خب قسمت آخرش هم شما باید که مقایسه کنید با کشور خودتون. هیمات لند، این هم باز داتیو، کجا؟ توی کشورتون، توی زادگاهتون. توی کشور شما، توی وطن شما، زادگاه شما، این به چه صورت پیکنیک مثلا الان اینجا راجع به پیکنیک، پیکنیک به چه صورت یا اصلا اوقات فراغت به چه صورته؟ خب بریم شروع کنیم. Auf dem Bild sehe ich eine Gruppe. Auf dem Bild sehe ich eine Gruppe. ببینید این یه نفر نیست، یه گروه هن. یه گروه هن. میگه که توی این عکس من یه گروه رو میبینم. Auf dem Bild. ببینید اینجا باز کجا داتیف شده. آرتیکل بیل چیه؟ داسه. بعد جمله مونم با Auf dem Bild شروع شده. میتونه جمله با هر قسمتی شروع بشه. اینجا با این قسمت شروع شده. به شرط اینکه فعلمون همشه دوم باقی بمونه. Auf dem Bild sehe ich eine Gruppe. توی عکس چی میبینم؟ عین گروپه، یه گروه رو میبینم. گفتم ذهن همیشه آکوزاتیو میخواد، پس اینجا عین گروپه آکوزاتیوه. و گفتم که آکوزاتیو دی و داس همون شکلی میمونن مثل نومیناتیو. پس توی این عکس من یه گروه رو میبینم. خب ببینیم باید برداشتش چی از این گروه؟ Ich denke, Sie sind zwei Familien. Ich denke. در فکر خودش بیان میکنه. من فکر میکنم. Sie sind zwei Familien. اونا دو تا خانواده هستن. Die Familie خانواده جمعش میشه die Familien. چرا جمع شده؟ به خاطر این گفته دو تا. از هر اسمی از یک دونه بیشتر باشه به صورت جمع در میاد. به خاطر هم من میگم جمع و آرتیکل رو حتما از حفظ کنیم. Ganz rechts ist ein Ehepaar und links ist eine Mutter mit zwei Jungen. خب بچه ها، بین این عکس رو که نگاه میکنین شما باید طرف چپ، طرف راست، بالا، پایین، پشت سر، جلوی عکس، همه اینا رو باید توضیح بدین توی این قسمت رو چی میبینین. الان اینجا میگه که ganz rechts. Rechts اینجا میشه، درسته؟ طرف راست، کاملا طرف راست ist ein Ehepaar. ایپار یعنی زوج، یعنی زن و شوهر. آرتیکلش هم داسه و مفرد هم هستش. به خاطر هم گفته ایست. نمیگه زیند، میگه ایست. یک زوج هستن. یه زوج هستن، یه زن و شوهر هستن. اون لینکس ایست این موتا. میت زوی یونگن. خب طرف چپ چی میبینیم؟ یک خانومی رو میبینیم که خب یه مادره دیگه. اینه معلوم بچه هاشن. پس میگه ایست این موتا. یک مادریه میت زوی یونگن. با دو تا پسر، با دو تا پسرش، با دو تا پسر بچه. Vielleicht sie ist eine allein erziehende Mutter. Vielleicht ist sie eine allein erziehende Mutter. اینجا چون که این خانم تنهاست، مثلا همسرش نیست، این حالا میگه شاید، اینطوری حدس میزنه، شاید اون یک مادر مجرده. Allein erziehende Mutter. یعنی مادری که به تنهایی بچه‌هاشو بزرگ میکنه. مادر مجرد. حالا حدسش دیگه، شما میتونین هر حدسی بزنین توی عکس ها. مهم اینه که فقط صحبت کنید و درست صحبت بکنید. حالا اینجا شاید مثلا حالا همسرش امروز وقت نداشته بیاد بیرون. ولی هرچی دوست داشتین بگید. Vielleicht sie ist eine alleinerziehende Mutter. اوکی. نم گفتیم.
Die Mutter hat lange blonde Haare und trägt ein dunkelblaues Oberteil. بچه حالا مثلا حسیت شو گفت حالا این زن شوهران یه مادر مجرد این حرفا حالا میاد به مشخصات ظاهریشون میپردازه دی موتا هات لانگ بلونده هاره هاره دی هاره جمعه موش رنگی بلونده کوتاه یا بلنده حالا نسبتا بلنده میگیم دی موتا هات لانگ بلونده هاره مادر موهای بلوند بلوند مادر موهای بلوند بلند داره موهاش بلوند هست و بلند هست بچه ها صرف صفت رو باید خوب بلد باشین به خصوص توی این موارد توی هم توی این توصیف عکس هم توی برای امتحانه کتبیتون خیلی مهمه که صرف صفت رو بلد باشید اینجا الان صفت چی داریم ما؟ لانگ و بلوند دو تا صفت داریم برای چیه؟ برای هاره هستش برای هاره که جمع هست پس ای گرفته آخرش اینجا در واقع صرف صفت برای آکوزاتیو نول آرتیکل است. میبینین هیچ آرتیکل نداره نه آرتیکل معین داره نه نامعین پس نول آرتیکله صفر آرتیکلش ای گرفت ای میگیره اینجور موارد ای میگیره بعد اون trägt ein dunkel blaues Oberteil. بچه فعلمون اینجا چیه؟ tragen یعنی به معنی حمل کردنه مثلا der Briefträger یعنی نامه رسان کسی که نامه رو حمل میکنه ولی با خیلی از اسما میاد خب بالا معنیاشون فرق میکنه مثلا برای توی مورد لباس پوشیدن توی وقتی میخوایم از لباس یکی صحبت کنیم میگیم از فعل تراگن استفاده میکنیم و چون بیقاعده هستش اینجا شده ترگت مادر سوم شخص دیگه ایش تراگه دو ترکس ارزی اس ترگت به خاطر همین شده ترگت بعد چی تنشه یعنی پوشیدن به تن داشتن آنها به نم یعنی به تن داشتن چی تنشه چی پوشیده باز اینجا یک صفت یک لباسه در واقع اینجا اوبرتایل میشه گفت تیشرت یک تیشرت چی؟ رنگش رو میخواییم بگیم رنگش دونکل بلاو هست آبی تیره هستش البته این بیشتر به بنفش میخوره دونکل بلاو آبی تیره هستش و چون اوبرتایل آرتیکلش داس هست و اینجا ببینید این این آرتیکل نامعین صرف صفت آرتیکل نامعین accusative tragen چیزی را tragen چیزی را پس اینجا اس میگیره آخرشون اوورتایل آرتیکلش داسه ein dunkel blaues oberteil اوکی خب این از مال مشخصات مادره sie machen ein picnic am see چیکار دارن میکنن؟ دارن پیکنیک اومدن پیکنیک کجا؟ کنار دریا پیکنیک ماخن با همه پیکنیک ماخن با همه مثلا میخواییم بگیم که ما میخواییم بریم پیکنیک از فعل ماخن استفاده میکنیم Die Picknickmatte mit ihren Sachen liegt auf dem Gras. Die Picknickmatte. Matte یعنی این حسیری که الان انداختن اینجا این matte است. میگه این پیکنیک ماته میت ایرن زاخن بچه ها زاخه دی زاخه یعنی چیز شی حالا میگه با چیزهاشون با مثلا چیزهایی که آوردن وسایلی که آوردن که حالا بیشترش هم خوراکیه به طور کلی میگه زاخه بعد زاخه چون که چیه اینجا جمعه و میت هم داتیب ساز هست پس میشه ایرن زاخن ایرن زاخن میدونی که داتی به جمع دن آرتیکلش تبدیل به دن میشه و آخرش هم اگر اسمی باشه که جمعش ان نداشته باشه یه ان هم بهش اضافه میکنی خب پس این حسیر پیکنیکشون فرش پیکنیکشون کجاست دی پیکنیک ماته میت ایرن زاخن لیکت چرا لیگن استفاده کردن دیگه
اصلا تابلوی تابلوی دیگه، اصلا برای فرش و اینا اصلا لیگن به حالت خوابیده. لیکت کجا؟ آف دم گراس، روی چمن هاست. اینجا باز داتیف شده، روی چمن پهنه در واقع. Der Mann hat die Wassermelone in zwei Stücke geschnitten. خب این چیه بچه ها؟ واسامالونه. دی واسامالونه. حالا این آقاه چکار کرده؟ اینو به دو قسمت تقسیم کرده. جملهمون پرفکته، هات گشنیتن. فعلمون شنایدن، بریدن. اینجا میگه که آقاه این هندونه رو به دو قسمت بریده، دو قسمت تقسیم کرده. به دو قسمت برش داده. خب. Er trägt ein weißes T-Shirt und eine Jeanshose. حالا لباسش رو میگه. تنش چه بچه ها؟ تیشرت. تیشرت چیه؟ سفیده. Er trägt. باز این سوم شخصه و برای لباس هم گفتیم از فعل تراگن استفاده میکنیم. میشه er trägt ein weißes T-Shirt. Das T-Shirt, weißes T-Shirt. آرتیکل نامعین این اس گرفته. این وایسس تیشرت و این جینز هوزه. اینجا جینز هوزه چیز نداره، صفت نداره. خب این جینز هوزه، ولی خب در حالت چیه؟ اکوزاتیوه به خاطر فعل تراگن. این جینز هوزه و یک شلوار جین. هوزه دی هوزه شلوار، شلوار جین. خب ادامش. Die Frau trägt ein lila T-Shirt und Jeans Shorts. ببینیم خانمه چی تنشه؟ یه دونه تیشرت تنشه. تیشرت چه رنگی؟ لیلا هستش. بچه ها لیلا یعنی بنفش. لیلا و روزا. روزا یعنی صورتی. لیلا یعنی بنفش. صرف نمیشن. خب؟ پس همینطوری گفته. این لیلا. اونجا تونه گفت این وایسس تیشرت صرف شد. ولی لیلا صرف نمیشه. Die Frau trägt ein lila T-Shirt. یک تیشرت بنفش تنشه و جینز شورتس و شلوار کوتاه جین. Die Jungen essen Bananen. Beide tragen den gleichen T-Shirt-Stil. خب حالا راجع به این سه نفر صحبت شد، بریم سراغ بچه ها. میگه این بچه ها چیکار دارن میکنن؟ ببینیم بچه ها دارن موز میخورن. خود باید دقت کنین، دقیق بشین توی عکس ها. دارن موز میخورن. اسن بنانن. بایده تراغن دن گلایشن تیشرت شتیل. این لباساشون، تیشرتاشون این همه دیگه، مدلش مثل همه. میگه دوتایشون تیشرت های مثلا یه مدل پوشیدن، هم شکل پوشیدن. گلایش یکیه، مدلش یکیه. Die Frauen legen ihre Sonnenbrille auf dem Kopf. خب حالا خانم ها عینک دارن، ولی عینکشون کجاست؟ بالای سرشونه، درسته، به چشمشون نیست. بچه برای بریله هم از فعل تراگن استفاده میکنیم. یادم رفت بگم تراگن با خیلی از اسما میاد، مثلا بریله، بریله تراگن یعنی عینک زدن. یه نفر که عینک داشته باشه از فعل تراگن استفاده میکنیم. اترکت این بریله. برای کفش دی شوه، برای دستکش دی هاند شوه، برای کلاه هوت در هوت، برای روسری دست کپف توخ، بعد دیگه برای ریش در بارت. مثلا میگه اترکت اینن بارت، اترکت اینن بارت یعنی اون ریش داره. خب اینم از این. پس این خانوم ها چکار کردن؟ عینکاشون رو بالای سرشون قرار دادن، رو چشمشون نیست. دی فراون لگن، چون عینک حالت خوابیده داره از لگن استفاده کرده. زونن بریله یعنی عینک آفتابی. بریله عینک، زونن بریله عینک آفتابی. آفتم کپ کجا؟ روی سرشونه، گذاشتن روی سرشون.
Das Wetter ist sonnig. Und vielleicht, es ist Sommer, weil die Menschen Sommerkleidung tragen. Das Wetter ist sonnig, aber sonnig, und vielleicht soll der Herz sein. Wahrscheinlich, es ist Sommer. Schaut, ob es tun. حالا دلش رو میگه چرا فکر میکنه تابستونه به اینجا کما میذاریم جمله فرعیمون با وای شروع شده چون که زیرا که دیمنشن زوم کلایدون تراغن دیمنشن زوم کلایدون تراغن همشون لباس تابستونی پوشیدن دیگه این دلیلشه که میگه الان شاید تابستونه پس وای که اومد بچه ها فعل میره آخر یک جمله فرعی هست یک نبنزات هست یادتون نره. Im Hintergrund sehe ich viele grüne Bäume. Ich glaube, dass sie im Park sind. بچه ها گفتم که پشت عکس رو هم باید دقت کنید راجبش توضیح بدید. Im Hintergrund یعنی اون پشت sehe ich viele grüne Bäume. Baum, der Baum, die Bäume. بعد اینجا گرون صفت گرون یعنی سبز من درخت های سبز زیادی رو میبینم ایش گلاوبه باز دارم فکرشو میگه حدثشو میگه ایش گلاوبه فکر کنم که کما داس که فکر کنم که داس زی این پارک زین فکر کنم تو پارک هن اینا در پارک اینجا داتیو میشه این دم پارک کجان؟ این دم پارک خدا این پارک فکر کنم که اونا توی پارک باشن دوستان خوبم تا اینجا کافیه ادامه یه توصفه این عکس باشه برای جلسه بعد نمیخوام طولانی بشه و خسته بشین سعی کنید که هر عکسی رو که حالا هر جایی که دیدین کسی براتون توصیف کرده داره توضیح میده جملاتش رو بنویسین حتما بنویسین و جمله رو از حفظ کنین لغاتش رو از حفظ کنین مطمئن باشید که به احتمال خیلی زیاد میتونید تو اون عکسایی که بهتون میدن اینا رو استفاده کنید پس حتما بنویسید از حفظ کنید گرامراش رو یاد بگیرید آرتیکل ها رو یاد بگیرید و همین دیگه ایشاله که میتونید از این قسمت امتحانتون یه نمره خیلی خوب بیاریم. بچه ها خیلی میترسن ولی اصلا به نظر من کاری نداره. یه مقدار تمرین میخواد. چند تا عکس رو که کار بکنید حساب کار میاد دستتون. حالا الان لازم نیست که همه این چیزی که ما الان اینجا گفتیم شما همینا رو بگین. ممکنه یه چیزای دیگه هم خودتون اضافه بکنید. یه چیزایشو نگین. هر چیزی که به ذهنتون میرسه فقط بتونید صحبت بکنید. بچه اگر که کانال یوتیوب من رو هنوز سابسکرایب نکردید حالا که تا اینجا اومدین معلومه که از این ویدیو خوشتون اومده وگرنه اون اول رهاش میکردید پس لطف کنید سابسکرایب کنید و فقط بیننده نباشید چون من طبق آمار خود یوتیوب دیدم که 50% بچه‌هایی که اینا رو میبینن سابسکرایب نمیکنن و خب این بعد دیگه ما دیگه انگیزمون رو از دست میدیم پس لطفا سابسکرایب کنید لایک و کامنت رو هم فراموش نکنید مواظب خودتونم باشید خدا نگهدارتون